از طلوع تا غروبی که جبهه باطل حق را نشانه می رفت، یا زهرا ذکر بر لب. بحر سرافرازی به بند شجاع از بر سرت. نام مبارک فاطمه عطر بهشتی سراسر جبهه ها بود و سربند یا زهرا خاطره مشترک مدافعان وطن. دوست داشتن در این آخرین لحظه در واقع نام فاطمه زهرا بر پیشونی اونها نقش ببنده. نامش گره‌گشا بود. چه پیروزی هایی که وامدار نام مقدسش نشد، از کربلای پنج تا ولفجرش. من یادم هست در عملیات ها بیشتر شهدایی که ما میدیدیم بیشترشون همین سربند یا فاطمه زهرا روشون. من قدرت زهرا را، محبت مادری او را در حور دیدم. حالا چلمچه میزبان فرزندان در قربتش است. استقبال روی شانه های ایران از لاله هایی که با سربند یا زهرا کربلایی شده بودند. در طول 55 روز گذشته 55 شهید عزیز دوران دفاع مقدس از مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرق دجله و شلمچه پیدا شدند. خط به خط و سنگر به سنگر در کارزارهای کربلای 5 و خیبر و بعد جانانه دفاع کرده بودند. حضرت زهرا ی بتول مادر حلقه وصل شهدای امروز رمز یا زهرا بود که پس از 38 سال قربت در روز شهادت ام ابیها به وطن آمدند. امیدواریم که ما راهرو این شهدا باشیم. اگر این شهیدان نبود ما هم نبودیم تو این مملکت. لاله ها امروز نشانی می دادند. شهدای ما باعث عزت و افتخار ما هستند. قهرمان واقعی ما این شهدا هستند. بوی بازگشت با شکوه لاله ها عجیب شلمچه را اطراگین کرده بود. یاد سرخ مقدسترین دفاع دوباره تازه شد. گرفته بوی فاطمه. پیکر پاک 55 شهید تازه تفوت شده امروز پس از استقبال در مرز شلمچه به معراج شهدای اهواز و سپس برای شناسایی به تهران منتقل میشه. فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.